قربون عزیز پاهاش برم. ببین آخه یه لیجا چیزی داره. بگم نه آقا نه یه ایوی، تو لحظه مستی یه زیاد لحظه حرف نزن، تو نه 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 مستی یه زیاد لحظه حرف نه نزن. نه من اگر مستم جنبه مستی خودم هم دارم، خب مثل این آخه آدم ها چلغوز نیستم چهار تا پیک بخورم دره بری بگم. اگر لیدا حرفی زد حرف من نه. لیدا، هر کسی زندگی شخصی داره، یه افکاری داره برای خودش. اوکی، من به لیدا نمیخوام بپرم، میخوام بفرم. بگم لیدا عشقم، لیدا 48 سالشه، عمرشو کرده، الان به همه چی راضیه. بله اخلاق براش مهمه، فقط یکی باشه کنارش باشه. من خاشی تینیجرم، کلن از موقعی که زنده به دنیا آمد همین جوری بوده، چه ربطی داره؟ چجوری بود؟ همین جوری بود، چجوری وقتی که همیشه اگه همجوری بوده، همیشه چجوری همجوری بوده؟ ببخشید زن داشته، 3 تا بچه داره. خب اگر زن داشته بلد بوده چجوری با زنش تا بکنه، یعنی دنبال سوء استفاده کردن نبوده. اگر هم الان زن شده دنبال کیس خوب میگرده، آره نه دیگه دنبال پول، بچه ها نه دنبال سوء بند خدا، استفاده است، دنبال آرامشه. خدا آره بند خدا میدونست من حالت زنونه دارم، ولی 23 سال با هم زندگی کردیم. اگه من آدم خیلی بدی بودم 20 سال پیش میرفت، نه بعد از 23 سال. پس ببین من چقدر جیگرم، چقدر جیگرم. ببخشید یه مردی که تا 48 سالگی مرد بوده، تازه 48 سالگی شروع کرده به کون دادن، باید هم خربیت کنارش خوشحال باشه. نه اتفاقا پسرهای خوشگل میام پیشم. آخ جون، هر کی میاد پسر خوشگله. بله منم ببخشید تا 48 سالگی کونم پلوم باشه، 48 سالگی تازه آزاد چه. خب ببخشید منم هر کی بیاد قبول میکنم، بهش محبت میکنم، پاشو شیر میبندم. عشقم هر کی نگفتم، کسی که دوستش داشته باشم، کسی که همون هم که دوست داشته باشی. ولی یه کسی مثل آریان که از بچگی آزاد بوده، استقلال مالی داشته، کون میداده و خودش بوده و حق انتخاب داشته، به هر مردی پا نمیده. ربطی نداره کسی که تو بدبختی داره بزرگ بشه. تلقین مگه شما خودت. کونی؟ مگه شما نه کونی نه. آقای نه نه نظر نه. اگر نه من لیدا کسی کونیم، شما کونی؟ گوش کن ببین چی بهت میگم. نه گوش کن ببین چی بهت میگم. شما الان من و لیدا تو یک، من و لیدا تو یه جبهه ای، ما کونیم، شما کونی؟ نه خب گوش کن، من که نیستم. اگه پس اگه کون نیستی چرا نظر میدی؟ خب بذار یه چیزی بهت بگم، بذار چیزی میگم حداقل یاد بگیری. خب اگر نه من اگر تو باید بیای زیر دست من یاد بگیری بابا. ببین من و لیدا که داریم صحبت میکنیم، ما تو یه جبهه ای، ما دو تا کونیم، شما کونی؟ باز همین حرف رو زد. خب الان 300 بار اینو گفتی، شما حالا میزن جوابت یا نه؟ شما بذار جوابتو بدم. نه آره یا نه؟ اگه بگی آره میتونم جوابتو گوش کنم. اوه یه جوری میتونی در مورد دو تا کون صحبت کنیم؟ من و لیدا صحبت میکنیم، ما توی یه جبهه ایم. من از بچگی شروع کردم، لیدا تو 48 سالگی شروع کرده به دادن. خب بله کسی که تو محدودیت بوده هر خریب بیاد میگه پاشو شیر میبندم و میپرستمش، ولی یه کسی من که تو آزادی بوده و حق انتخاب داشته، ببخشید من هر مردی تو چشام نمیاد، نمیاد، نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونه واسه من یه زندونه. آخه اون بقیش یادم رفت. بلدید بفرمایید. مغز که مریض باشه همینجوری هم همینجوری مسیر میره جلو، بعد وسط حرفات یه تیکه هم میندازه که مثلا میگه مگه تو کونی؟ چه ربطی داره؟ من دارم مسیر رو بهت یاد میدم، تو داری پارازیت میندازی؟ من دارم میخوام راه رو بهت نشون بدم، جاده رو نشون بدم. تو اگه راه یه لحظه لیدا خفه شو، تو اگه راه ببین، اگه تو راه رفتن بلد بودی که الان خرمس نمی کردی. بابا یا خرمس، بابا ما اگر یه 4 پیج می خوریم حواسمون هست عزیزم، یه حرفا چی اصلا. چرا مرد، چرا مرد باید مشروب بخوره خرمس کنه بیاد لایف؟ یه خرمس کنه، الان من خرمس بله. کنم؟ آره الان من پر اصلا تو پلا میگم؟ بله یک مرد اصلا نباید مشروب بخوره بیاد تو لایف، مرد باید تو تنهایی خودش باشه. زنه که میاد تو لایو اشتباه میکنه خودشو، زنه که احساس داره،
تو چی مثل کسخال مشروب بردی؟ کلن مغزت کف پاته. واسه همینه که خواننده واسه همین که خواننده عزیزمون میگه مستیام درد منو دیگه دوا نمی کنه، غم با من زاده شده منو رها نمی کنه، منو رها نمی کنه، منو رها نمی کنه. منو رها نمی کنه. بله ایش بله این هم پیامای بازرگانی بود. آره یه آوانسی بود. آره و اینکه بفرمایید آره خیلی صدای چیز خیلی زیباست. واقعا لیدا رو دوست دارم که یک زن هنرمنده، هم از نظر صدا، هم از نظر کونش، هم از نظر فیس، همه چی. نگو گزینه دوم خیلی عالی بود ایش. و خیلی خیلی خوبه، دمش گرم. بعضی موقع هایی که دیشب آقا ابی داشت به لیدا میگفتش که آره آریان چون چیز نداره، بچه نداره، بدبخته، ولی چون لیدا بچه داره دلخوشیشه. عشقم من نگفتم آریان، گفتم همجنسان. تو گفتی نه، گفتی آریان لایوت سیو دیگه الان میارم برات. گفتی آریان چون کسی رو نداره اینجوری بدبخته، ولی لیدا چون دو تا بچه داره دلخوشیشو خیلی خوشحاله. چون بعد لیدا گفت آره من کل زندگیم سرمایه‌ام همین بچه‌هام. عشقم چه دلخوشی. به نظر من، منی که کونم، منی که تنها، منی که ببخشید کسی ندارم، خیلی شرف داره تا اینکه بگم با بابات کونه. این چه دلخوشیه، این چه دلخوشیه. آره ایلی جون، آره این حرفو شاید زیاد زدم به بچه های من، ولی مهم اینه که بچه های من چه عکس العملی نشون دادن. بچه هم گفتن ما افتخار میکنیم بهش، ترنس هم به هر حال جنسیت سوم حق زندگی داره. بچه‌هام اینجوری جواب میدن، دندان شکن. من بچه‌هامو خیلی دوست دارم. من حاضرم روز شب تنها باشم، بمیرم، هیچکی نباشه منو جمع کنه، ولی بازم بچه‌هام اذیت نشن بگم بابات کونه. نه بچه‌هام به من افتخار میکنن. من موقعی که دختر عزیز من اینجا بود 2 سال پیش به من میگم در کل گفتم دیشب نه ابی میگفت آره چون آریان بدبخته چون کسی رو نداره، ولی لیدا خوشحاله چون خوشبخته دو تا بچه داره. نه تو خودت ابی الان تو خودت ابی تو همین سن شروع کنی به کون دادن خوبه؟ چرا میخندی؟ بله که خوبه. وای خدای از دست. بله که خوبه. ببین آقا چینا خانم اینجا داور. شما که دوری شما ببین نه. حرف زن باش حرف. آقای ابی شمایی که داری تشویق میکنی لیدا رو به کون دادن که میگی بچه‌هاش هم افتخار میکنن که چقدر خوبه که لیدا با اینکه کون میده تو بچه داره، چینا خانم این کجاش افتخار؟ بفرمایید. چی بگم وارد نه من الان ابی با این نه الان ابی استخدام میکنن یا نه الان ابی کون بده خوبه؟ بله
میگه بله. یعنی بگم نظرات خانم تینا اینه که خانم تینا اینه که همه مردا شروع کنن به کون دادن، این چیز خوبی نیست. ولی خیلی سنی به بعد شروع میکنن آریان، چه بخوان چه نخوان توی این چیز میافتن، توی این وادی اکثریت. خب نه نباید میافتن آریان جون، همیشه اینو مد نظرت باشه، خیلی مهمه. دود از کنده بلند میشه، نه دود از کنده بلند میشه. کنده کنده من اون کنده هم داشت، وقتی که نوه داشت تازه یادش افتاده بود نمیدونم سولاخه، هی میومد دنبال بچه کوچیکا بهشون آدامس مفتی میداد، میگفت ببرید پشت یخچال ترتیبمون بدید. من یه مدلشه ایش. من تینا خانوم، من خودم که مثلا میگم اینقدر آزاد تو لایوا صحبت میکنم و تو زندگی شخصیم هم راحت میدم و هر گوهی میخورم، چون میگم من یه نفرم، من نه زن دارم نه شوهر نه بچه، نمیان فردا ما مسئول نسبت هر چقدر بچه های ما به ما افتخار کنن بگن بابا تو کون بده ما به تو کار نداریم، نه این درست نیست، ما مسئولیم نسبت به اون بچه، چون ما بچه رو به دنیا آوردیم نه بچه ما رو به دنیا آورده. آره دیگه مسئولیم. ما بچه رو به دنیا آوردیم آریان، من الان میتونم پدر بشم ولی هیچ وقت نمیشم. چرا فردا نتونه تو مدرسه سرشو بالا بگیره بگه بابات آریان کونه؟ این هم هست. اینا رو ول کن آریان، بچه هم که اوکی هن، باز حامی ترینشون یعنی کسی که خیلی حمایت میکنه از من داماد عزیزمه، که چند بار گفتم من ترنس هم نمیام مشهد، چون که تو زندگی میکنی فامیلات با من رو در رو میشن، چش تو چش میشن، شاید تو رو سرزنش کنن، گو آقا جون دورت بگردم این حرفا چیه، بیا اینجا ما حمایتت میکنیم، من که نمردم، پسرت هست منم پسرتم، دخترت هست، همه مثل کو پشتتیم. و من از این بابت خدامو شکر میکنم که بچه دار شدم، خیلی حس خوبیه. چه حس خوبیه وقتی که اینجایی، وقتی که میخندی من عاشقتر میشم، میخوام همه عمرم کنار تو باشم. بله نه من فقط مثال زدم، من لیدا رو نگفتم کلن، چون میدونم ایبی دیشم گفت آریان بدبخته ولی تو خوشبختی چون تو دو بچه داری. این چه حرفیه به یک مرد 40 ساله میزنی آریان؟ برحال یکی میپذیره یکی هم نمیپذیره، این شرایطش دیده که اینجوری شده. و من برحال ایشون زندگی کرده، بچه هاش هم داره، نوش هم داره، حالا چه پسراش، حالا عده آدم های بقول شما از یه جا میگین فرهنگ نمیدونم ترنسی رو جا بندازیم، از یه طرف دارید بد ترنسا رو میگی، یه عده که میان مطلق میندازن به لیدا، جنسیتش اینجوریه، حسش اینجوریه، تو باید مثلا بگی فلانی بابات فلانه، نه این نشد دیگه، این دارید تخریب میکنید خدا ترنسا رو. تو رو خدا تو یکی از فرهنگ صحبت نه 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 ببین منطقی دارم جوابتو میدم، یا اینوری یا اونوری. خب بعد به هر حال این زندگی خودش کرده، خب نوش داره بچه‌ش داره، حالا هی بگید فلانه اینه اونه، ولی در کل الان جنابالی الان نه تو ولی امثال مثل تو در کل باید تا پیر بشید همینجوری تک تنها I'm speaking. ببین فستیوال، تو به ترنس رو برام اسپل کن. ترنس اینه که یه حسی داره، حس ترنس رو اسپل کن برام. ببین من ترنس و شیمل و ایمیل رو نمیدونم چیز، من نمیدونم، یه خانواده بزرگی هن. خب وقتی که پس شما نمیدونی چجوری نظر میدی، از نظر ببین چیزی که داری میگی دارم دیگه بالاخره حس لیدا رو میفهمم دیگه، تو راجع به لیدا حرف زدی منم جواب تو رو دارم. شما ببخشید، شما ترنسی که حس لیدا جون رو میفهمین؟ من ترنس نیستم ولی انسان هستم که آدما رو بفهمم که چه شکلی. الان تو خری، میدونم خر چی میخوره، یونجه میخوره، علف میخوره. خب پس درسته، پس اوکی، بعد درسته میگفتن که
تو ساعت یک لایوتو شروع میکنی، بعد درست بود یه دختره میگفت 12 تا 1 ابی دکولته میپوشه میره ساک میزنه تو ماشین. آره چیکار میکنه؟ چی گفتی؟ شره بر از جانم خود در میوقت کم میاری. خدا رم جوابتون میدنش به یه چیه دیگه. چه تپسی؟ نه خدا شده یه دختره بود میگفت ابی شبا 12 به بعد پاشنه بلند یه دکولته صورتی میپوشه یه رول یه ماسک تو ماشینا ساک میزنه. جون مادره چرا وقتی کم میاری یه چرت و پرت میگی؟ من شنیده بودم، ببخشید یه چیزی رو بگم. والا تا اون موقعی که همه یاد دارن بنده رو خاطره دارن محکم میزنم عشق بکنی. آره و اینو دارم بهت میگم. خب جون اینو دارم وقتی من که میدونم تو به من حس داری جرق میزنی به یادم، ولی خب من ببین من میخوام خواستگار من موقعیت ندارم، وگه نه بچه خوبیه، ولی من موقعیت ندارم. جهیزی هم تکمیل نیست، هنوز ماشین نخریدم. ایش با اجازه بزرگترم باید بگم بله که نمیشه فعلا. آقا ابی ما انسانیم، غذا میخوریم، درسته؟ بله. ببین ما این چیزا رو میفهمیم. خب اوکی، یک خانم تینا و آقای ابی یک سفره پهنه و ما زن و بچه‌مون، خواهرمون، پدرمون تو این سفره همه دور هم غذا می‌خوریم. مهمه که چه نونی که تو این سر سفره است از پول چه پولی اومده. میتونه از پول دزدی باشه، میتونه با کشتن یه آدم باشه، میتونه با زحمت کشی یک مرد باشه، با یک زن باشه، رو حلال باشه، که اینم مساوی همین ترنس بودنه. که ببخشید تو مثل منه که من تنها من روزی حلال میارم سر سفرم چون یه نفرم، ولی وقتی لیدا یک خانواده است، یک سفره است، نمیتونه بعد 48 سال بیاد بگه من کونم و کون میدم و همه رو زیر پا کنه. تینا خانم نمیشه. جنسیت آدم ها، رابطه آدم ها مثل یک سفره است. تو مسئولی نسبت به اون نونی که میاری سر سفره. کار لیدا مثل اینه که تو لقمه حروم آوردی سر سفره، بچت مجبور قبول کنه چون راهی نداره، چون بالاخره مادرشی پدرشی. او نو نو اینه. راه زندگی رو ببین، حرفای قشنگ میزنی ولی مسیری که خودت داری میری اشتباهه. نه مسیر من اشتباه نیست، من یه پسرم مجردم. همه خانمای لایف حرف منو قبول دارن، من زن دارم، نه شوهر نه بچه، یه پسری هم که فقط به مجردا کون میدم. من تینا خانم اگه بفهمم مردی متأهله به خدا بهش کون نمیدم. خب درستش هم همینه. مگه میخواستی بری تو زندگی دو تا زن و شوهر مشترک به هم بریزی؟ خب انسانیت خودتو داری نشون میدی. پس اینم همونیه که منی که پس نه، یا اگه انسانیت ها نه، یا پشت برای من بگو که آریان چون ریشه نداره تنهاست ولی لیدا چون تو دوتا بچه داری خوشبختی. نه من حرف نذار رو حرف من، نگفتم ریشه نه، من گفتم ریشه نداری. گفتی که گفتم... چون اون تنهاست گفتم... بچه نداره، نه. تا آخر اون باید پون بده ولی تو خوشبختی. نه تنها تو، کلن دار و دستتون. خب به هر حال لیدا نوش دیده، زندگیشو کرده. عشقم یه لحظه ما کونیم. خب. یه لحظه خانم تینا به جواب ابی، ما کونیم، ما ببخشی نمیتونیم زن بگیریم، ماشاءالله هزار و الله اکبر، شما که سر تا بالت مرده و کاملی و یک چیز دراز داری میندازی تو دهن مردم، چرا این بی ریشه یانوس؟ تو چرا زن نداری؟ تو چرا بچه نداری؟ آره من اگه بخوام خب میرم زن میگیرم، چه ربطی داره؟ میگم من چرا نمیگیری؟ ما که الان 10 سال خب به قول خود 10 سال لایف گذاری، چرا نمیری بگیری؟ گوش کن، اگر من نمیگیرم دلایل خودم رو دارم. خب منظور من اینی که تو مثلا الان شرایطت اینجوریه، خب مثلا تو فردا خب نمیتونی بچه دار بشی. چی گفته؟ بیا یه لحظه. نه الان تو گفتی من بچه دار نمیشم، نه بیا همچی بکنم 10 تا بچه بذاری بعد بیا ثابت کن. بیا همچی من بکنم 10 تا بچه بذاری تینا، خب که بفهمه کی بچه دار نمیشه. بیا زیر من بی همچی کون بکنم 10 تا بچه بذاری. عزیزم ما حلقم بچه ها میزنه بیرون.
اگر جفت من بودی همچین حرفی میتونستی بزنی؟ برعکس میشد، یعنی بد جوری اونجوری ها. من که از خدامه که تو منو بکنی. نه دارم اینو من دارم تینا تو گوش کن، ابی رو بیار که من کون بکنم، ده تا بچه بیار. الان تینا عمل کرده، متوجه بچه دار میشه نمیشه؟ تو بیا خب، ما به تینا که اصلا با تینا کاری نداره. تو داری از من صحبت میکنی؟ از تو صحبت میکنم. اگر تو راه درست میرفتی الان به قول خود بچه دار بچه هاتو میدید یا بچه داشتی الان. نه، منظور من اینه که آدم زندگی نیست که راه درست رو رفت. تو گفتی تو نمیتونی بچه دارشی. یه کلام بهت بگم جان. زندگی بر چه اساسیه؟ تو به دنیا میای که چی کار بکنی؟ اینو به من بگو. اومدی به دنیا، اومدی که چرا؟ نسل، نه نسل تو زندگی نگه داری، نه اینکه بیای به دنیا بیای همونجوری هم خاک بشی. اینه که اومدی که هی حال بدی به مردم تا بمیری. گوش کن، یه حوری به اشتیه. گوش کن، اصلاً ابی اصلا تو علم اینو نداری که در این مورد صحبت کنی. من تو این دنیا اومدم یک آدم خوب باشم. من تو این دنیا اومدم آزارم به تینا نرسه. من تو این دنیا اومدم آزارم به لیدا نرسه. من تو این دنیا نیومدم طول کشی کنم. من امروز به این دنیا اومدم که کمدین باشم تا مردم رو ساعت 4 بخندونم. فهمیدی؟ بله. اون فکر کوتاه تویی که فکر میکنی فقط مردا برای گاییدن و زنا برای زاییدنن. تکدیر. بله. مردای مثل این فکر میکنن مردا فقط باید بگاین، زنا فقط بزاین. نه، من فکر من زن و مرد برابرن. زن و مرد کار میکنن، همه استقلال مالی دارن و همه باید فردای مفیدی تو این دنیا باشن. تو فقط گاییدن و زاییدن رو بلدی. الان کسی از این چیزا حرف نزن، میگم نزده. خب تو الان به دنیا اومدی که چی کار بکنی؟ میشه اینو بگی؟ یه چهار تا منگره هم مثل خود تاییدت میکنن اون پایین. بگو به دنیا اومدی که چی کار بکنی؟ فقط بدی؟ چرا؟ ببخشی، چرا توهین میکنی؟ 800 نفر تو لایو دارن منو تایید میکنن، همه مونگولن. بعد میگی چرا تو لایوت نمیام؟ بعد چرا بلاکت میکنن؟ نه 800 نفر نه، منو گفتم 800 نفر تو رو تایید. یه 4 تا اون پایین گفتن دارن منو تایید میکنن. نه 4 نفر به خدا بیشتر من ندیدم. یعنی نه الان بانو چینا، بانو لیدا، همه نگاه کن از بالا تا پایین، همه گفتن ای بلاریان. ببین اصلا ملت به این ملت ننازی. این ملت اینقدر دروغن که یه جورای جاهای پشتت خالی میکنه. من عاشق این ملت. نبین، من عاشق این ملتم، برای این ملت جون من میدم، تا 6 صبحم لایو میذارم. فهمیدی؟ بچا بی خودی هرس نخورین، واقعیت امر اینه که بزایید برای مردن و بسازید برای خراب بودن. دنیا رو جدی نگیر. آریان کلن از همون قدیمی که تو الان میشناسم کلن شیشه فاسد میزنه. آره، هر چیزی که بخوای بیاریش به سمت راه درست اون برمیگرده. یه خانم تینا کامنت ها رو شما بخون، کلن از اون دنیا پرد بشی. آره میشه میگم. آره ولی در تینا خانم شما کامنت ها رو بخون که همه دارن تاکید میکنن منو. من شما گفتی انسان برای چی به این دنیا بیاد؟ ببین ممنونم، خواهش میکنم، وظیفه است. منو همه دوست دارن، من یک آدم مردمی ام. من به این ملت خدمت میکنم و خواهم کرد، چون من یک هنرمندم. خب الان کسی گفته ریدم تو هیکل آریان، چی بهش میگی؟ من ندیدم. اونم حتماً فیجای فیجه. اینا هم که دارن کلی بد و بیرا میگن، اینا چی هم؟ من چیز بدی نمیدیدم. پا اونجایی که دیدم همه گفتن آریان عشقه، همه تاکید کردن، بانو لیدا و بانو تینا هم نگاه کردن.
میبینیم حالا بلکن نکنید تو کامنت ها، خب نکنید تو کامنت ها. خب اصل قضیه چیزی دیگه است، اصل قضیه اینه که خب میگم اگر آدم حرف دارم حرف منطقی میزنم نه یا چرت پرت بگی از یه چیز دیگه در بیا بکن تو این از اون بکن تو اون. من یه مسئله که میخوام به تو بگم اینو میکنه تو اون، اونو میکنه تو این، اصلا معلومه چی میگی این وسط. تو چجوری آقای بی، تو چجوری میتونی از منطق صحبت کنی؟ سر شب خرمس کردی اومدی اینجا داری فتفا میدی؟ خرمس کردی دوب و با عرق میخوردی الان اومدی فتفا از منطق صحبت میکنی؟ شما چی اسمش دوک؟ نه عرق بودکا بلش کن شما عرق رو با چی میخوری؟ با چای میخوری؟ با ماسی من مشکیده. من چیزی که به دیگران آسیب بزنه نمیخورم. دوغ همینش عرق، حالا مشروب کلن هر چیز مکمل یه چیز داره باید بخوره. نمیتونی که مشروب با چای بخوری که من مشروب نمیخورم. من اگه مشروب بخورم به یکی تینا خانم، من محرمزون روزا من محرمزون روز لایف نمیذاشتم، میگفتم خود ابی هم میدونه. گفتم من آریان تو آزاد صحبت میکنی، تو لایوت کیروکوس میکنی، شاید یکی روزه داشته باشه، روزش باطل شه گناهش مال توه. این انسانیت منه، من به انسانیتم ایمان دارم. خواهش میکنم، مرسی. من به انسانیتم ایمان دارم چون خودم رو میشناسم. من سرم جلو خدا و ملت و همه بالاست چون خودم از خودم رو بیشتر از همه میشناسم، چون تو تنهایی خودم اینجوریم. من محرمزون 30 روز یک روز لایف نذاشتم، همه ساعت 3-4. الان محرمزون تموم شده، از ساعت 12 بیدارم. خدای ما یه دنیا قبولت داریم، کار به هیچی ندارم، ولی من فرضا بیدارم توی مدتی که شناختیم یه دنیا قبولت داریم، هیچ کس هم نمیتونه تو رو در مقابل ما زیر سوال ببره. اینو کاملا جدی میگم. از همه منو میشناسن. آریان از اولی که اومد تو مدیا همین بود، پیرو کس میکرد، اخلاقش هم همین بود، نه درویی بوده نه چیزی بوده، محرمزونش رو محرمزون بوده، محرم و محرم بوده، احترام هم گذاشته. تموم شد. دمت هم گم. بچه ها من این دیگه از لایو گذاشتم و فکس زدم، شارژ برقیم تموم شد. ببخشید اومدم گوشی رو زدم تو شارژ، میخواست خاموش بشه، بعد برم این اومدم اینجا گوشی هم تو دستمه. قربونت برم، راحت بشه. بابا امشب اگر بچه بردیم خدا وکیلی دل اون بچه خواست. دلم خواست که تو دنیا پریشون تو باشم. ولی یه چیزی بگم صادقانه، یکی از بزرگترین حسرت‌های من و فرزاد اینه که چرا عمل کردیم قبل از اینکه بچه دار بشیم؟ چرا نمیدونستیم؟ دینا جون جوابتو بگیم. بسته نخور، داری میری اروپا، داری میری اروپا، خب قابلیت اینو داری که باردار بشی، حامله بشی، بچه دار بشی، نگران نباش، میتونی بچه دار بشی. دوباره میخوای یعنی وازمون کنن پدرمون در بیارن درد بکشیم؟ خب سزارین میکنی، یک بچه بیار سزارین که جون نداریم بابا، جون نداریم وازمون کنن تو مرحله بگیرن تو بخوره نخوره. تینا شاید مثلا علم انقدر پیشرفت کنه مثلا تا 2-3 سال دیگه پسرام حامله بشن. جدی؟ بله. والا فرضاً یه چیزی، یه سری اطلاعات در ورد که مثلا وافت مغز استخوان اسپرم چی میان، اسپرمی که مثلا هنوز عمل نیومده، خب میگیرن بالا. فالو کنید دوستان، بزنید بالا، 3 تا پیج هست 4 تا پیج بالا هست، بزنید فالو کن، لایو بعدی رو بتونید ببینید. داره یه لایو دیگه دارم، لایو آخره، بس بزن اون بالا فالو بکن، لایو بعدی رو بتونید ببینید. دوستان عزیزی که تو لایو هستید مرسی. مگه تینا خانم قلمه؟ مگه پای گاوه که از شیره بیاد خواهر تو؟ چه میدونم تو ویکی‌پدیا و اینترنت می‌نویسن. میگن که اسپرمو میگیرن بعد اینو بالغش میکنن، 5 سال میگه زمان میبره. و من حساب کردم دیگه مردم، چه فایده داره برام؟ الان آری انجون به تنز گفت که مردم اگه اینجور علم پیش بره بشه. حالا نمیخوام یه چیزی بگم که باز ازم ایراد بگیرم، ولی توی
اینستا دیدم، تو گوگل سرچ کردم، توی انگلستان برای کلکلم که شده بود، بله تعداد زیادی از مردا رو باردار کرده بودم. بله ولی من که دوست ندارم هیچ وقت باردار بشم اصلا. چرا بعد آدم بیاد 9 ماه حامله بشه بعد اونو اکونش به دنیا بیاره، چقدر درد بکشه؟ اون نه سزارین میکنم یه بچه بیا. نه من اگه بخوام حاملم بشم دوست دارم طبیعی بذارم، چون بهش لایفای مادران. میخوای بچه رو برینی؟ خب چرا به دنیا بیاری؟ خب وقتی ببخشید مرد حامله میکنن یه جان برای به دنیا بردنش میکنن دیگه. آره عشقم تو حامله بشو دکترها بلدن از کجات بکشن بیرون، از یه جا در میگیرن. من اگه حامله بشم بگن سست کن، من میگم نه، من ایمان دارم که زمانی تو مادر میشی که درد بکشی، اون موقع است که میدونی بچه رو خوب تربیت کنی. مگه من اگه کستو باز کنن به دنیا بیارن درد نکشی، چجوری میتونی تربیت کنی بچه رو؟ جو اگه بچه رو از عقبت بکشم بیرون دیگه نمیتونی کار کنی، دروازه مثل دروازه میشه، مثل گاراژ میشه. ولی من شنیدم بچه‌هایی که از مثلا پسرا، مثلا مردای کامله میشن، بچه‌هاشون 200 گرمه. خب خوبه دیگه،